ای خدا ای فضل تو حاجت روا با تو یاد هیچ کس نبد روا قطره دانش که بخشیدی زفیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جان من وارهانش از هوا و از خاک تن به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف نهم خوش آمدید میگم خدمت شما شاگردای عزیز افتخار داریم که از برنامه مکتب خادی مهمان خانه های گرم و سمیمی شما عزیزان هستیم به جلسه 22 رسیدیم عنوان درس امروز ما کمیسیون جهانی حقوق بشر است در حوزه قواعد دستوری میرسیم به یک جمله جدیدی تحت عنوان جمله آزاد دوستان عزیز در فضای مجازی ما رو دنبال کنید آماده دریافت نظرات شما عزیزان هستیم نمبر ارتباطی ما و شما ۲۹۶4 4 است که در واقع آماده دریافت پیشنهادات و نظرات شما در این زبانهای عزیز هستیم عزیزان جان به جلسه جدید و خوش آمدید جایی نروید برمیگردیم خب شاید عزیز و گرامی کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور کنیم در جلسه قبل از شما خواسته بودیم که جمله مرکب را تعریف کنید و مثال بزنید جمله مرکب در ادامه انواع جمله گفتیم که دوستان انواع جمله داشتیم جملات بسید داشتیم جمله مرکب داشتیم جمله در داشتیم دوستان معترضه داشتیم و توضیحاتی برای شما دادیم در ادامه انواع جمله جلسه قبل جمله مرکب را توضیح دادیم گفتیم که جمله مرکب جمله ای است که از دو یا چند جمله ساده یا بسید تشکیل شده که میخواهد در کنار همدیگر یک مفهومی یک معنایی یک پیامی را به شمای مخاطب منتقل کند پس جمله مرکب جمله ای است که از نامش مشخص است یعنی جمله ترکیب یافته از چه ترکیب یافته از دو یا چند جمله ساده یا بسید تشکیل شده است حال میخوایم برای شما مثال بزنیم نگاه کنیم دوستان جملات مرکب نیز دارای دو قسم است یا جملات میتواند هم سطح و هم پایه و هم تراز باشد یا میتواند جمله از پیره و پایه تشکیل شده باشد به طور مثال بیان میکنیم میگوییم جمله اول جمله مرکب میگوییم جمله مرکب دو نوع است ابتدا میگویم نام اول باران بارید و من در خانه ماندم یک جمله مرکب است چرا جمله مرکب است چون دو جمله دارد باران باری دو یک جمله است من در خانه ماندم نیز یک جمله است هر دو جمله جمله چه دوستان؟ جمله بسیط یا جمله ساده است جمله بسیط چی بود؟ جمله بسیط جمله بود که تنها از یک فعل تشکیل شده نگاه کنید یک فعل باریدن داریم یک فعل ماندن داریم خب از طریق حرف واف حرف واو رابطه این دو جمله به هم دیگر متصل شده ولی از نظر صد و سال این دو جمله به هم وابسته نیست ها اصلا دو تا جمله مستقل هستند ولی از طریق یک حرف رد به هم اتصال پیدا کردن این دو جمله رو دوستان میگن جمله همسد همصد. جمله همسدی هستن که این هم همسد است این جمله هم همسد است هم هم در کنار همدیگر قرار گرفته و در واقع معنای یکدیگر را کامل کرده ولی نوع دیگری جمله داریم از جملات مرکب که در واقع این جملات لازم و ملزوم هستند اگر یک قسمت جمله نباشد و قسمت دیگر معنا ندارد در حالی که در جمله نواعون این گونه نیست باران بارید به تنها یک معنای کامل میرساند من در خانه ماندم باز هم یک جمله است با یک معنای کامل ناو دوم اینگونه نیست به طور مثال میگوییم اگر خوب درس بخوانی در امتحان کامیاب میشوی نگاه دوستان اگر خوب درس بخوانی یک جمله است در امتحان کامیاب میشوی یک جمله دیگر است پس یک جمله مرکب است چرا چون دو جمله دارد دو جمله ای که در واقع در کنار همدیگر قرار گرفته ولی تقسیم بندی و نوعی جمله دوستان این دو تا ای جمله مانند بالا نیست که هم سطح باشد هم تراز باشد در کفه های تراز و قرار بدی با هم برابری کند بلکه این جملات جملات چی هستند لازم و ملزوم هستند جملات وابسته هستند که تقسیم بندی میشه به جمله پایه و جمله پیرو نگاه کنید جمله پایه چیه جمله اصلی شماست میشه جمله پایه جمله پیرو چیه جمله پیرو اون جمله است که به پایه وابسته است جمله اصلی چیه دوستان جمله اصلیه که در امتحانات کامیاب میشوی خب شرط کامیاب شدن در امتحانات چیه به چی چیزی وابسته پیرو چه چی چیزی هست پیرو خوب درس خواندن است اگر خوب درس بخوانی در امتحانات کامیاب میشوی لازمه شرط اصلی کامیابی در امتحانات خوب درس خواندن است پس جمله مرکب جمله است که در واقع از چندین جمله بسیط تشکیل شده یک معنا و مفهوم کامل را میخواد برساند حال انواع جمله مرکب میتواند یا همسط باشد یا پایه و پیراو بشد خب شاگردای عزیز و گرامی وارد درس جدید شویم و درس امروز را با هم مطالعه کنیم بس امروز ما بخش اول ماست کمیسیون جهانی حقوق بشر یکی از موضوعاتی که بسیار بسیار مطرح است در حوزه حقوق انسانی حقوق بشر در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر است که امروز میخواهیم در حوزه کمیسیون و اعلامیه حقوق بشر معلومات خدمت شما دوستان عزیز بدهیم خب شاگردای عزیز در سال 1945 بعد جنگ‌ها و تخریب‌هایی که در نتیجه جنگ‌های جهانی اول و دوم ایجاد می‌شود، کشورهای میان دو همدیگر جمع می‌شود، پنجاه کشور در کشور آمریکا به توسط پنج کشوری که در زمره تأسیس کنندگان، در واقع سازمان ملل متحد بودند، سازمان ملل متحد را در سال 1945 میلادی تاسیس می‌کنند. و بعدها سازمان ملل متحد که تاسیس می‌شود، در چوکات او بخش‌های مختلفی ذکر می‌شود که کمیسیون حقوق بشر یکی از بخش‌های های عمده ای سازمان مشهور است. حال ابتدا قبل از اینکه وارد این بحث شویم بدانیم که خود حقوق بشر چیست ما به چی چیزی حقوق بشر می‌گویم؟ در تعریف حقوق بشر این گونه آمده است از حقوق بنیادین و انتقال ناپذیری که برای حیات بشر اساسی تلقی می شود پس یک حقوق برای همه انسان ها صرف, نظری، صرف نظر از رنگ، نژاد مذهب ملیت برای همه انسان خواد در سازمان ملل در این نهاد گذاشته شد که همه انسان ها از یک سر حقوق برابر و مساوی باید برخوردار باشند یعنی حقوقی که لازمه طبیعت انسان است و پیش از پیدایش دولت ها وجود داشته و بعد از او هم خواهد بود نگاه کنید برخی از حقوق انسان ها دارن حقوقی که باید برخوردار باشند. حقوق مادی و حقوق معنوی حقوق مادی مانند خوراک مسکن در واقع پوشاک چیزهایی هستن که حقوق انسانی هستن حقوق امنیت در واقع حقوق دسترسی به احوال شخصی حقوقی هستن که همه ای انسان ها باید به طور مساوی از او برخوردار باشن آره یک تعریفی کرده یکی از فیلسوفان مشهور فرانسوی به نام آقای ولتر که در واقع از نخستین کسانی است که اعلامیه جهانی حقوق بشر متأثر از اندیشه های ای اندیشمند و فیلسوف بزرگ فرانسوی است ایشان حقوق بشر رو اینگونه تعریف میکند جان و مال آدمی آزاد باشد و بتواند به زبان و قلم با دیگران سخن بگویند یعنی چی یعنی حقی که مختص ما انسان هاست و جزء طبیعی ترین حقوق ماست بدون هیچ قید و بندی رعایت شود نگاه کنید دوستان پس دو چیز را اشاره میکند اشان میگوید اولا جان و مال انسان ها باید آزاد باشد فولتر در واقع تاکیدش بر این که انسان ها باید امنیت جانی و امنیت مالی داشته باشن و به طور کاملا آزاد بتوانند در واقع زندگی بکنند و در کنارش بتواند از نظر آزادی عقیده و افکار نیز باید رها باشد هم زبانش بتواند هر مطلبی خاص بگوید و هم بتواند با قلمی که خاص اندیشه و افکار خود را به دیگران منتقل بکند در حوزه مطبوعات نیز اشان اعتقاد به آزادی داشتم حال تعریف ولتر دوستان جنبه جهانی دارد یعنی چی؟ یعنی به یک قوم ملت یا یک کشور خاص محدود نیست بلکه تمام کشورها تمام سرزمینها ها از اندیشه ایشان باید برای جان مال زبان و قلم انسان در واقع یک آزادی تعیین کنند خب شاگرده عزیز در ابتدا میگویم که از دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه اعلامیه جهانی حقوق بشر است میگویند انقلاب کبیر فرانسه را تحت عنوان مادر انقلابات دنیا از او یاد کردن در سال 1789 میلادی یک انقلاب بسیار وسیع تحت عنوان انقلاب کبیر در کشور فرانسه رخ میدهد می دانید که آخرین پادشاهی که در واقع در او دوره زندگی میکرد لوی شانزه بود کشور فرانسه در دوره لوی شانزه بسیار بسیار آشوب بود مردم در فقر بسیار وحشتناکی زندگی میکردن به طوری که بسیاری از والدین بچه های خود رها میکردن غذا به اندازه کافی موجود نبود دوزی قارت بسیار مشاهده میشد و در واقع یک سخن مشهوری است که در او دوره فقر عده از سیاست مداران به نزد همسر لوی شانزه پادشاه فرانسه آمدن و به ایشان گفتن که ملکه بزرگوار در کشور فرانسه بسیاری از مردم نان برای خوردن ندارن ماری آنتوانت همسر لوی شانزه میگویند نان برای خوردن ندارن خب نان نخورن شیرینی بخورن و این جمله یک ای جمله بسیار سنگین است که به کنایه و نیشخند زده می شود بعد مردم در واقع کشور فرانسه قیام میکند لوی شانزدهم را در واقع از عریقه قدرت به زیر کشند و او و همسرش را در میدان پاریس به دار مجازات می و بعد از او در واقع حکومت پادشاهی تمام می شود و حکومت جمهوری خرق می گردد در کشور فرانسه و این کاری که بسیاری از کسانی که در واقع زمامداری انقلاب بودند این بود که اعلامیه‌ای می‌نوسند در سی بند تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر از افکار متفکران انگلیسی و فرانسوی تاثیر پذیرفته این انقلاب کبیر فرانسه و خاصه اعلامیه جهانی حقوق بشر از افکار افرادی مانند جان لاک انگلیسی یک از فیلسوفان بزرگ ولتر فرانسوی که برای شما گفتیم هاچسون از جمله متفکران به بودند که انقلاب کبیر فرانسه و اعلامیه جهانی حقوق بشر متأثر از افکار این اندیشمندان بزرگ است تأکید بر این که قدرت سیاسی تنها زمانی مشروعیت دارد که خاصه مردم باشد یک نکته مهم در اعلامیه حقوق بشر این مطلب است که مشروعیت هر نوع حکومتی که در یک ساختار سرزمینی میخواهد حکومت کند باید این مشروعیت از ناحیه عامه مردم باشد یعنی عموم مردم باید رأی دهد قبول بکند که چنین ساختار حکومتی بر ما مسلط شود اگر مردم مخالف او حکومت باشد او حکومت حق ندارد که بر مردم حکومت کند تاصیب به عنوان یک اصل در مجلس فرانسه در 26 آگوست سال 1789 میلادی در واقع اعلامه حقوق بشر در ابتدا در این تاریخ با عنوان یک اصل وارد مجلس سنای فرانسه می شود و سپس در سال 1791 میلادی به عنوان قانون اساسی در این کشور ثبت می شود. خب دوستان در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر برای شما توضیح دادیم تاریخچه را بیان کردیم حال مییم وارد توضیحات بیشتر این اعلامیه میشویم میگویم که تصویب اساسنامه سازمان ملل متحد به نام منشور ملل متحد در 25 آوریل 1945 میلادی بعد از اینکه از انقلاب فرانسه عبور میکنیم جنگ جهانی اول تمام می شود، جنگ جهانی دوم تمام می شود، جامعه ملل در سال 1945 ایجاد می شود، در سال 1948 تحت عنوان سازمان ملل تغییر نام میدهد در کشور امریکا شکل میگیرد و بعد از او یک در واقع اساسنامه این شکل می گیرد اساسنامه سازمان ملل متحد که تغییر نام پیدا می کنه به نام منشور ملل متحد حالی بعد از دل منشور ملل متحد در واقع کمیسیون های مختلف ایجاد میشد تاسیس کمیسیون حقوق بشر توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد بخش های سازمان ملل متحد دارد دو سال از بخش های مثلا فرض کنید که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بخش دیگر و یک از بخش شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد است که در واقع از دل این قسمت کمیسیون به نام حقوق بشر در سال 1946 میلادی ایجاد می شود تصویر مواد حقوق بشر در کمیسیون پس از دو سال در سال 1948 میلادی می بینیم که بسیاری از موادی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر در منشور سازمان ملل مطرح میشد در کمیسیون حقوق بشر طرح میگردد در واقع مواد حقوقیش در سال 1948 بعد از دو سال در واقع چیکار میکنه تصویب میشد اعلامیه حقوق بشر به طور کلی دو سال سی ماده دارد چند ماده دارد سی ماده دارد هدف اصلی از بیان اعلامیه حقوق بشر چیست ایست که کمک میکند به تعلیم و تربیت و رعایت آن در تمامی کشورها چرا تعلیم میدهد؟ تعلیم میدهد بسیاری از خاصه ها بسیاری از حقوق که برای همه مردم گفتیم صرف نظر از رنگ نجات، ملیت، مذهب، دین هر چیزی فارق از همه این موارد یک انسان در ذات خود به عنوان یک انسان دارای حقوقی است که از این حقوق برای بهتر زندگی کردن در کنار سایر افراد در یک جامعه استفاده می کند و این حقوق در سازمان های بین المللی محترم شمرده می شود. خب از انواع حقوق هایی که گفتیم دوستان اعلامیه جهانی حقوق بشر گفتیم سی ماده دارد سی در واقع تبصره دارد از انواع این از انواع سی ماده ما سی ماده را به عنوان مثال برای شما می ذکر کنیم اول ماده اولی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که تمامی انسان ها از نظر حیثیت و حقوق با هم برابرند یعنی چی یعنی همه انسان ها گفتیم که صرف نظر از اینکه مسلمان باشد غیر مسلمان باشد سیاه باشد سفید باشد زرد باشد سرخ باشد فرق نمی کند چه نژادی باشد چه ملیتی داشته باشد متعلق به چه قومی باشد همه ای انسان ها با همدیگر برابری دارند ماده دوم همه حقوق زندگی آزادی و امنیت شخصی دارد همه ای انسان ها حق دارد دوستان حق زندگی دارند حق آزادی دارد حق امنیت دارد که می تواند در هر نقطه از کره زمین زندگی کنند ماده سوم چه میگوید دیگران حق دخالت در زندگی شخصی امور خانوادگی و غیره کسی را ندارد و همگی از حمایت قانون برخوردارند یعنی احوال شخصی همه ای ما ای که کدام به کدام دین تعلق داریم به کدام مذهب تعلق داریم به کدام نژاد تعلق داریم چه احوال شخصی ای داریم چه آداب و رسومی داریم چه فرهنگی داریم محترم هستیم و کسی حق دخالت در این موارد را ندارد و این حقوق برای افراد محترم شمرده می شود. خب بخش دوم دوستان قواعد دستوری است در حوزه قواعد دستوری یک مفهومی را تحت عنوان جمله آزاد امروز با هم بررسی میکنیم میگویم جمله آزاد چیست آن است که به زمان خاصی خاصه گذشته باشد حال باشد یا آینده باشد مقید نمی باشد و به جمله دیگری هم ارتباط نداشته باشد جمله آزاد پس فارغ از زمان است اگرچه به طور کلی جمله ای را نمیتونیم بگیم فعل متعلق به زمان هست زمان گذشته حال آینده ولی جمله میتواند مقید نباشد به زمان ها و از اون طرف دیگه به جمله دیگری نیز ارتباط نداشته باشد مانند جمله مرکب نیست که در واقع جمله چی باشد پایه و پیرو باشد بلکه که یک جمله است به طور کاملا مستقل و آزاد از نظر زمانی و از نظر ارتباط به سایر جملات است مثال بزنیم حقوق بشر باید رعایت شود وقتی را میگوییم نمیگوییم که در گذشته فقط باید رعایت میشد یا در آینده باید رعایت شود یا فقط در زمان حال رعایت شود در زمان ها رعایت نشود نه وقتی میگوییم موربش بشر بوادرواشت این متعلق به همه زمان هاست متعلق به همه زمان ها و به همه جوام است خدا ما را می بیند یک جمله بسیار مهم خداوند ما را می بیند وقتی میگوییم برای خدا زمان تصور نمیشد که خدا در گذشته نعوذ بالله ما را میدید در حال ما را میبینه یا در آینده ما را میبینه یا یک قسمتی میبینه یک قسمتی نمیبینه نه خداوند در همه حالات در همه شرایط در همه مواقع ما را میبیند خداوند در واقع چی دوستان بینای شنواست همواره ما را میبینه همواره صدای ما را میشنود پس این جمله یک جمله چیست یک جمله آزاد است که متعلق به یک زمان خاص نیست متعلق به زمانهای گوناگون است و کاربرد بسیار مهمی در حوزه انواع جملات دارد. خوب کار خانگی جلسه بعد چه میگوید دوستان به شما؟ کار خانگی جلسه بعدتان است که جمله آزاد را تعریف میکنید و در قالب یک مثال ذکر میکنید. خوب شاگردای عزیز در پایان جلسه امروز رسیدیم امروز برایتان اعلامیه جهانی حقوق بشر را توضیح دادیم جمله آزاد را برایتان بیان کردیم مثالش را ذکر کردیم امیدوارم که درس امروز را خوب فهمیده باشید و یک مطلبی به مطالب شما افزوده شده باشه دوستان عزیز در فضای مجازی ما را دنبال کنید نمبر ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964 و 255 و و و و چهل سیزه. آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما خاصه در مورد درس زبان و ادبیات دری خواهیم بود عزیزان جان خسته نباشید خداوند یارو